با ما همراه باشید با ایران آزادی. بلوچستان، گاف ها هم از دست نیروهای مرساد امنیت ندارند. نیروهای مرساد در بلوچستان در اقدامی به سرقت 12 رست گاف از اهالی روستا اقدام کردند. این سرقت در روز دوم آبان ماه 1403 بار دیگر چهره خشن و سرکوبگر رژیم ولایت فقیه را نمایان کرد. نیروهای نظامی مرساد به طور بی‌رحمانه‌ای 12 رست گاو از اهالی روستای بات بزرگ سراوان را به سرقت بردند. گاوهای مردم بلوچستان نیز امنیت ندارند. این حادثه در حالی رخ داد که گاوها در حال چریدن در کنار رودخانه روستای بات بزرگ بودند. یکی از ساکنان این روستا در این باره گفت: نیروهای سرکوبگر نظامی مرساد به صورت ناگهانی وارد منطقه شدند و گاوها را با کامیون بار زده و به پایگاه خود منتقل کردند. این اقدام نه تنها به معنای سرقت مالی است، بلکه به عنوان سرکوب فرهنگی و اقتصادی جامعه بلوچ نیز تلقی می شود. اهالی روستا پس از آگاهی از این دزدی به پایگاه نظامی مراجعه کردند، اما با پاسخی توهین‌آمیز مواجه شدند. نیروهای مرساد به آنها اعلام کردند که گاوها متعلق به آنها نیست و برای اثبات مالکیت خود باید سند و مدرکی ارائه دهند. این نوع برخورد به وضوح نشان دهنده بی احترامی و بی اعتنایی حکومت خامنه ای به حقوق مردم بلوچستان است. روستای بات با مردمانی فقیر در نقطه صفر مرزی سراوان بلوچستان. روستای بات بزرگ در دهستان کشتگان از توابع بخش بمپشت شهرستان سراوان واقع شده و در نقطه صفر مرزی قرار دارد. این منطقه با جمعیت بومیش همواره تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. در چنین شرایطی سرقت گاوها تنها یکی از نشانه‌های بارز مشکلات عمیق‌تری است که مردم بلوچستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال‌های اخیر مردم بلوچستان بارها به نابرابری‌ها و ظلم‌های نظام ولایت فقیه اعتراض کردند، اما متاسفانه با سرکوب و بی‌توجهی بیشتری مواجه شدند. این دزدی نه تنها یک عمل غیرقانونی است، بلکه یک پیام روشن از سوی حکومت خامنه ای محسوب می شود که نشان دهنده عدم احترام به حقوق اولیه مردم است. مردم بلوچستان با واقعیت های تلخی روبرو هستند. نیروهای نظامی سرکوبگر این استان را به منطقه جنگی تبدیل کردند. علاوه بر کشتار و سرکوب، همکنون به تنها منبع درآمد روزانه مردم نیز هجوم آوردند. سرقت گاوها تنها یک نشانه از عملکرد حکومتی است که فریبکارانه از دین و اسلام سخن می‌گوید، در حالی که بیشترین فشارها را هم از بابت معیشت و هم از بابت سرکوب و کشتار به عمل می‌آورد.